نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 27 محرم سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست با اشاره به روایات منسوب به ائمه علیهم السلام حول مختار و قیام او فرمودند: آنقدری که من در ذهنم می باشد حتی یک مورد از آنها معتبر نیست، یعنی محرز نیست که از امام معصوم صادر شده باشد. معظم الله در ادامه فرمودند: روایات در مورد مختار و قیام او مختلف است و هم روایات مثبت و هم منفی در مورد او وارد شده که تمامی آنها یا مراسیل و یا ضعاف است، چه روایاتی که مختار را فردی خوب و چه روایاتی که او را بد معرفی می کند. ایشان در ادامه فرمودند: مرجع تقلید راحل مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی کتاب و جزوه‌ای حول شخصیت مختار نوشته اند که در آنجا اختیار ایشان این بوده که مختار فردی خوب و حرکت او صحیح بوده است. لذا اگر این کتاب را پیدا کنید و به آن مراجعه کنید، قاعدتاً معلومات خوبی از آن به دست خواهید آورد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. روایاتی که منسوب به ائمه علیهم السلام هست حول مختار، اونقدری که من تو ذهنم، یک دونش صحیح و معتبر نیست، یعنی محرز نیست که امام معصوم اینو گفتن، اینو گفتن، اونو گفتن. وقت روایات مثبت و منفی هست نسبت به مختار. مرحوم اخوی رضوان الله علیه یک کتاب جزوه‌ای نوشتن که چاپ هم شده حول مختار. اونجا ایشون اختیار میکنن که نه، صحیح بوده مختار خوبه و صحیح بوده حرکته. علا کلین روایاتش مختلفه و همش هم یا مراسیله یا ضعافه، هم اونی که میگه مختار خوبه هم اونی که میگه مختار بده. علا کلین اون کتاب رو پیدا کنید، مراجعه کنید، قاعدتا نسبت خوبی از معلومات درش هست. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه 6، رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.